سلام به شما دوستان عزیزم، من رضا صادقی هستم و شما دارید به اپیزود 6 سادکست گوش میکنید. سادکست یا پادکست های رضا ساد مجموعه فایل هایی هستن که شما با گوش کردن به اونها میتونید علم خودتون رو بالا ببرید و چیز یاد بگیرید. حتما میدونید که سادکست رایگان هست و رایگان هم خواهد موند، فقط به شرط اینکه اگه محتوای اون رو مفید دیدید اون رو حداقل با یک نفر از دوستاتون به اشتراک بگذارید. از این اپیزود یه تغییر خیلی خوبی از نظر فنی توی سادکست به وجود اومده و اونم اینه که سادکست به صورت استریو ضبط میشه و شما میتونید اون رو به صورت استریو گوش بکنید، در صورتی که تا قبل از این فرمت ضبط سادکست و فرمت خروجیمون به صورت مونو بود. خب اگه یادتون باشه من یه نظرسنجی برگزار کرده بودم توی اینستاگرامم چند روز پیش در مورد اینکه اگه بخواید چیزی رو گوش بکنید با هدفون یا هندزفری از یه دونه از گوشی‌ها استفاده می‌کنید یا از دوتاش. خب این دقیقاً دلیل همین نظرسنجی بود. من می‌خواستم ببینم چند نفر از دوستان راحت‌تر هستن که به صورت استریو گوش بکنن سادکست رو. خب نتیجه اون نظرسنجی شده این که از همین اپیزود و به بعد ما سادکست رو به صورت استریو خواهیم داشت که خب از نظر فنی خیلی بهتر هست، خیلی کیفیت بالاتری داره. البته من مدتی به فرمت دالبی 5:1 و حتی 7:1 فکر می‌کردم برای ریلیز کردن سادکست ها، منتها از اونجایی که بیشتر ماها توی گوشی هامون گوش میدیم به پادکست ها و موسیقی ها، خب بیشتر از استریو ما نیاز نداریم. برای همین من تا یک مدتی به صورت استریو سادکست ها رو ریلیز میکنم و بعد از اون اگه خواستیم بریم روی فرمت دالبی یه نظرسنجی برگزار میکنم و خب اون موقع با هم تصمیم میگیریم. بسیار خب، بریم در مورد موضوع امروزمون حرف بزنیم. چیزی که ما امروز میخوایم در موردش با هم صحبت بکنیم رو راستش من هیچ برنامه‌ای نداشتم که در موردش سادکست ضبط بکنم، اما داستان از اونجایی شروع شد که چند روز پیش من یک استوری توی اینستاگرامم گذاشتم و به شما توش گفتم که ادوبی برای نرم افزاراش آپدیت داده و خب اگه دوست دارید برید آپدیت بکنید. از اونجایی که این یک استوری کاملا خبری بود و جنبه اطلاع رسانی داشت، من انتظار بازخورد آنچنانی رو ازش نداشتم. اما اتفاقی که افتاد این بود که من با حدود 150 تا ریپلای از اون استوری مواجه شدم و اکثر دوستان هم از من میپرسیدن که تو چطوری آپدیت کردی نرم افزارهای خودت رو؟ آیا مثل ما رفتی مثلا از سایت های ایرانی دانلود کردی دوباره همه چی از اول، یا اینکه نه روش دیگه ای داشتی؟ همین موضوع باعث شد که من این سادکست رو بخوام ضبط بکنم و میخوام توی این قسمت از سادکست روشی که خودم استفاده میکنم برای آپدیت و دانلود نرم افزارهای ادوبی رو به شما یاد بدم. برخلاف تصور خیلی از دوستان که فکر میکنم من از نرم افزارهای اورجینال ادوبی استفاده میکنم، میخوام بگم که نه، اینطوری نیست. من هم نرم افزارم کرک شده است، اما روش دانلودم یک مقداری فرق میکنه با روشی که معمولا انجام میشه. و خب من خودم از ادوبی نرم افزارها رو میگیرم و بعدن کرک میکنم. این کار دو تا مزیت بهم میده. مزیت اول اینه که میتونم نرم افزارام رو هر جا که دلم بخواد نصب بکنم، چون همونطور که میدونید ادوبی از یک ورژنی به بعد دیگه به شما این اجازه رو نمیده که محل نصب نرم افزار رو انتخاب کنید. خودش میره به صورت دیفالت توی درایوی که ویندوز شما نصب هست نرم افزارها رو نصب میکنه. خب شاید بعضی ها اینو دوست نداشته باشن و دلشون نخواد که درایو ویندوزشون با محصولات سنگین ادوبی پر بشه. پس این از مزیت اول که شما میتونید هر جو که دلتون بخواد نرم افزاراتون رو نصب بکنید. یعنی دقیقاً کاری که خود من کردم، به طوری که یک درایو جداگونه رو درست کردم برای محصولات ادوبی و نرم افزارام رو اونجا میریزم، مثل فتوشاپ، آدیشن، لایت روم، پریمیر، افتر افکس، ایلاستریتور و تمام چیزایی که از ادوبی دانلود میکنم به صورت خودکار توی اون درایو ریخته میشه که من دلم میخواد. پس این مزیت اول. و اما میریم سراغ مزیت دومی که این روش دانلود به من میده و اون هم این هست که بلافاصله بعد از این که برای هر نرم افزاری آپدیت ارائه بشه، من متوجه میشم به طوری که نرم افزار خودش به من نوتیفیکیشن میده و من بدون هیچ واسطه‌ای میتونم برم اون رو دانلود بکنم. یعنی دیگه هیچ نیازی نیست که من هر چند وقت یک بار به سایت‌های ایرانی سر بزنم و ورژن ارائه شده برای اون محصولات رو چک بکنم با ورژنی که روی سیستم خودم نصب هست. بسیار خوب، این از مزایای این کار. و اما روش کار، کاری که من انجام میدم برای دانلود مستقیم از ادوبی اینه که در قدم اول شما باید نرم افزار ادوبی کریتیو کلاد رو نصب بکنید
و با استفاده از اون عمل آپدیت کردن و نصب کردن بقیه نرم افزارها رو انجام بدید. Creative Cloud نرم افزاریه که خود ادوبی برای همین کار توسعهش داده. از یک ورژنی به بعد دیگه نیازی نیست که ما بریم دونه دونه نرم افزارهای ادوبی رو دانلود و نصب کنیم. همه و همه جمع شده توی این نرم افزار و کار نصب و آپدیت برنامه ها از طریق همین انجام میشه. پس برای قدم اول این نرم افزار رو پیدا بکنید توی اینترنت، نصبش بکنید و بعد از نصب قبل از این که بخواید باز کنید باید فیلتر شکنتون رو روشن بکنید، به این دلیل که ادوبی ایران رو تحریم کرده و اگه با آی پی خودتون برید نمیتونید وارد این نرم افزار بشید. پس فیلتر شکنتون رو روشن میکنید، نرم افزار رو باز میکنید. حالا از شما میخواد که یک اکانت بسازید. اگه از قبل یک اکانت ادوبی دارید که هیچی، لاگین بشید. اگه ندارید یک اکانت بسازید. تا اونجا که یادمه میتونید با اکانت گوگلتون توی ادوبی هم لاگین بکنید. خب این خیلی خوب هست. تمام ما تقریبا اکانت گوگل داریم و به راحتی آب خوردن میتونیم توی ادوبی هم لاگین بکنیم. این کار رو انجام بدید و یک پنلی جلوتون باز میشه که تمام نرم افزارها اونجا قرار داره. و مثلا فرض کنید من از قبل روی سیستمم فتوشاپ رو دارم و الان میخوام علاوه بر آپدیت فتوشاپ لایت روم رو هم نصب کنم. خب کاری که من بعد انجام بدم فوق‌العاده آسون هست. کنار لوگوی فتوشاپ و اسمش یک آیکونی اومده روش نوشته آپدیت، چون کریتیو کلاد به صورت خودکار خودش تشخیص میده که نرم افزار من اوت آف دیته و باید آپدیت بشه. اون دکمه آپدیت رو میزنم و برای اون یکی نرم افزاری هم که میخوام نصب کنم مثلا لایت روم یه دکمه اینستال کنارش اومده، اون رو هم میزنم و فقط کاری که بعد انجام بدم اینه که چند دقیقه صبر بکنم این نرم افزارها نصب و آپدیت بشه. خب همونطور که میدونید از چند ماه پیش سرعت اینترنت توی ایران خیلی بهتر شد، قیمت‌ها خیلی پایین‌تر اومد و خب میتونم بگم تنها اقدام مثبتی بود که توسط یک دولت انجام شده بود در این چند سال. بسیار خب وقتی دانلود و نصب نرم افزارها تموم شد یک آیکونی کنارش نوشته میشه به نام try. این یعنی اینکه نرم افزار نصب شده اما کرک نشده یا اگه آپدیت شده کرکش پریده. کاری که ما بعد انجام بدیم اینه که دوباره به صورت دستی کرکش میکنیم. روشی هم که وجود داره براش یک روش خیلی ساده هست که احتمالاً هم خودتون بلد هستید. وقتی از سایت های دانلود ایرانی محصولات ادوبی رو دانلود میکنید یک کرکی هم همیشه کنارش وجود داره که اون رو باز میکنید و نرم افزار رو انتخاب میکنید، محل نصب نرم افزار رو بهش نشون میدید و عملیات کرک کردن در کسری از ثانیه انجام میشه. این تمام کاری هست که باید برای آپدیت و نصب نرم افزارهای ادوبی انجام بدید. من خودم همیشه این روش رو استفاده میکنم. به شما هم توصیه میکنم همین روش رو استفاده بکنید، چون همونطور که با هم صحبت کردیم دو تا مزیت داره. مزیت اول اینه که همیشه نرم افزارهای شما آپدیت هست و بلافاصله بعد از اینکه برای هر نرم افزاری آپدیت ارائه بشه شما متوجه میشید و به راحتی میتونید آپدیتش بکنید. و مزیت دومم اینه که محل نصب نرم افزار در اختیار خود شماست. بسیار خب سادکست 6 همینجا تموم میشه. امیدوارم بتونید خیلی راحت نرم افزارتون رو آپدیت بکنید. اگر احیانا به مشکلی خوردید از خود من بپرسید. برای این کار میتونید توی اینستاگرام من به نشونی @رضاساد به من دایرکت بدید یا اگه دوست داشتید میتونید توی تلگرام به من پیام بدید. برای پیام دادن به من توی تلگرام فقط کافیه که کانال من رو باز کنید که اون هم نشونیش @رضاساد هست و توی قسمت دیسکریپشن ID پیام خصوصی من رو روش ضربه بزنید تا وارد چت با من بشید. مرسی از توجهتون. امیدوارم که همیشه موفق، پیروز و یک پله حرفه‌ای‌تر باشید. خدا نگهدار.